دانی که سفید دم خروزی سحری هر لحظه چرا همی کند نوحگری. حضرت عمر خیام با ما و شما صدای خروز سحر را تحلیل میکند، معنی داد میکند که وقتی شما سحر بیدار میشوین و صدای همان خروز با گوش شما میرسد، آیا میدونید که وای چی میگوید؟ اراده او چیست؟ فریاد زدن او چی معنا دارد؟ دانی که سپید دم خروز سحری هر لحظه چرا همی کند نوحگری؟ یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شب گذشت تو بی خبری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن درباره ربایات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این ربایی چنین است: گر باده خوری تو با خیردمندان خور، یا با سنمی لالروخی خندان خور. بسیار مخور، ویرد مکن، فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این ربایی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحات است مر ابدال را که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود، یعنی در استفاده کردن شعر خود، می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافلها، از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهن در شعر خود. خب حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی، یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء اذا شربوا سكروا واذا سكروا تابوا. پیغمبر، از نام پیغمبر ما و شما را یاد که از برای خداوند شرابی هست، وقتی که همون و همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است، وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست می شوند، وقتی که مست شدند در حالت مستی رجوع به سوی خدا می کنند، همون شراب می نوشند. این شراب، این شرابی که آدم ها را مست می کند، پلید می کند، افلاس می کند، این شراب نیست. حضرت حافظ می گوید المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بردر او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زمستی، آن می که در آن جاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگد عاجزی ماست. اون میه که مجازی است، اون میه که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون میه هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این میه ما اون میه نیست، گفتن حضرت. عارفی دیگر چی می گوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم، این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود با
رومکه را استفاده میکنیم، جامه های بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق مینوشن، این مقصد از این نیست میگوید. بدان معنی که عارف زلف گوید، وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تابی هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن میگد، این از اون نیست. این زلفی ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینا میدانند، خردمند ها اینا میدانند. برای همین این شراب و این میه که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند. السلام علیکم اکای مرزا حاجی، ما از ناحیه مومین آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم، کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گپ زدید، دانید یا ندانید فرق ندارد، همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشان گشت. مخلصان شما از مومین آباد، با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشون گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم، ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینید، نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اختصل غسل من جنابتی رفعل، من نمیدونمش باور کنید، اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست. تماما این شما ازیاد نکنین، حاجت به ازیاد کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض، نه سنت، نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خان باشن، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنین، در هیچ کدامی همون همین نیت آوردگی نیست. برای همون نیتی که در دلتون کردیم برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما اون را لفظاً با دهانتون بخونید، با زبان خود بخونید. و سنت شمین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجت خانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دست ها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتون، بغیر پای ها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتون پایهاتون هم میشورین، تمام. شما صاحب هم طهارت هستین، هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما رو با پراگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مرد در دین اسلام هست یا نی؟ همین رو میگم. ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز، یکی 1 ژانویه، یکی 23 فوریه، یکی 8 مرد، یکی 9 می، دیگر ایده‌هایی که هستند، اینا ایده‌های ملی هستند. ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید می‌گیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان، در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می‌شود. چرا شما از 40 سوال نمی‌کنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنین؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنین؟ چرا از 20 سوال نمیکنین؟ چرا از سال سوال نمیکنین؟ کجای کتاب در اینا هست؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.